خب سلام بهت میکنم امیر عزیز آقا دمت کم که وقت تو در اختیار من و رسانه پرشین آکادمی گذاشتی خیلی لطف کردی باعث افتخاری که باید مصاحبه بکنیم قصا خیلی از بچه ها تو رو میشناسن و این مصاحبه رو بچه ها حتما تا آخر ببینید چون یه مصاحبه خیلی باحال میخوایم با امیر داشته باشیم در ابتدای کار اگر سلام علیکی با مخاطبای خودت داری بفرما منم سلام دارم بذار رسمی شروع کنیم یا چیز یا خودمونی هر جور خودمونی. میخوای خودمونی میریم آره خودمونی آقا سلام ارادت امیدوارم که حالتون خیلی خیلی عالی باشه و پیج و دنبال کردید قطعا و خیلی سوالات از من توی ذهنتون بوده و خب ما الان افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و یک سری سوالات جواب بدیم و مصاحبه خیلی جالبی فکر کنم از آب در بیاد اونطور که شما برنامه چیدی و امیدوارم که جذاب بشه در خدمتی. وقتی که توی پای مصاحبه باشی قطعا مصاحبه با حال خب میشه خب در ابتدای کار آقا عجب صدایی این صدا رو باید حالا جلوتر <تصفح> یه چیز گویندگی واسه همون بکنی جیگرمون حال بیاده خب آقا میشه. فعلا بحث با بحث فنی میریم جلوتر و بعد حالا میخوایم کلی چیزهای مختلف هم راجع صحبت کنیم اول از همه میخوای یه بیوگرافی راجع به خودت بگو تا بیننده های ما بیشتر بتونن بشناسنت بیوگرافی از چه قسمتی بگم؟ از چی شو بگم؟ از هر قسمتی که دوست داری فعلی شو میگم من حالا تاریخ تولد خیلی ها میگن دیگه یه چیز اصلیه من متولد 25 تیر 79 هم متولد 79 دعی 70 هم و خدا رو شکر دعی نشده حالا <تصفح> به دعی 80 بر نخوره شوخی بود ولی رشتم <تصفح> تجربی بوده به کامپیوتر خیلی علاقه داشتم چهار سالم که بوده ویندوز عوض میکردم کردم <متصفيق> به خاطر اینکه پدرم شغل کامپیوتری داشتن توی یه برهی از زمان کامپیوترم رو خیلی خرابش میکردم چون کلا استایل منی بوده که با نرم افزار کار می کردم تا خودم یاد بگیرم برای همین ویندوزم رو خیلی میریختم به هم و دیگه سیستم بالا نمی اومد و مجبور به تعویز ویندوز بودیم و خب دیگه تو اون سن من تعویز ویندوز یاد گرفتم <applause> علاقه به کامپیوتر و تکنولوژی و تک و اینجور چیزا خیلی داشتم دیگه تجربی خوندم و رشته دانشگاهی من مهندسی پزشکیه گرایش بالینی که فعل حاضر که امروز 9 9 99 و, و تاریخ خیلی جالبی هم از برای مصاحبه ما آره من به قول معروف ترم پنجم ترم پنجم گرایش بالینی هم و سه ترم دیگه کار تمومه و بریم برای فوق لیسانس و الانم که خب دو سالی میشه که کار گویندگی کار میکنم حدود یک سال و نیم دو سالی میشه که کار موشن گرافیک کار میکنم دیگه فعلا همینا به ذهنم اومد دیگه <تصحیح> خیلی خلاصه مفید بود بابا خیلی هم عالی چه بیوگرافی کاملی هم بود دمت گرم مرسی ای مذهبی چش به جهان گوش گوش ای خب قطعا خیلی از بچه ها تو رو از پیج اینستاگرامت میشناسن با اسم دیجی کلاب اصلا چی شد که تو وارد دنیا اینستا شدی من از سال همون 2014 اینا 2014 در سال 2014 اینستاگرام رو داشتم و توش فعال بودم ولی خب در حد پیج شخصی و اینکه کارهای گروه کورمون رو بذارم و یک سری همچین اجراهای برنامه که داشتیم پیج پرسونال بلاگ بود و تا دو سال پیش که تا دو سال پیش که من وارد درس موشن گرافیک و گویندگی شدم با خودم گفتم که یک سری از نمونه کارها رو بذارم یک سری از کارا رو پیش ببرم و این حرکت رو بزنم خب نمونه کار بارگذاری میکردم تا اول تیر ماه 99 یعنی حدود 5-6 ماه قبل که خب ما با یک سری از دوستان یک حرکتی رو زدیم و یک تیمی دوره هم جمع شدیم برای بحث کارهای گرافیکی یکی از بچه ها من اون موقع با مهدی شجاری چنل موبو نیوز آشنا شدم و دیدم که خب موبو نیوز یه چنل خیلی قویه که تو حوزه ی موبایل وایس و داره کار میکنه از اونجا به ذهن من خورد که آقا من که خب فن بیان دارم صحبتم خوبه تجهیزاتم هم تقریبا اوکیه و علمشم دارم اطلاعاتش رو دارم تجربهش رو دارم از چهار سالگی تو حوزه تک وایس بودم کار میکردم تو همون سنینه 7 سالگی ده سالگی وارد فضای فتوشاپ و پریمیر شدم و بعد هم وارد فضای افتر افکت و کم کم هم الان دارم میرم تو فضای افزار سینما فوردی خب به خودم گفتم که من اینکه اینقدر اطلاعات دارم درباره گوشی و کامپیوتر و این همه نرمسر و این همه تجربه دارم با دو سه تا استارتاپ من کار کردم خب من هم بیام این رو در اختیار مخاطب قرار بدم یه آموزشی بذارم و به قول معروف یه چیزایی به چند نفر یاد بدی دیگه این خودش خیلی خوبه یعنی من کلا یاد دادن خیلی دوست دارم یعنی این حس خیلی خوبیه کلا آموزش دادن خیلی دوست دارم اینکه یه نفر از تو یه چیزی رو میپرسه و بلد نیست و تو بلدی و اونو بهش انتقال میدی یه حس خیلی خوبی توشه که یه نفر رو خوشحالش کردی حالا هر کسی به نوبه خودش یه نفر از قسمت مالی یه نفر رو اقنا میکنه و اون طرف رو خوشحال میکنه ما از نظر اطلاعاتی و علمی و معنوی و اینجوری بگی این خیلی حس خوبی داشت برای همین گفتم خب من قبلا یک سری جاها وایسادم و آموزش دادم خب یا اینو جلوی دوربین بچه بستری بهتر از اینستاگرام و یک ماهی روی اینستاگرام من وقت گذاشتم و پلن چیدم گان چارت برای خودم چیدم یک ماهی وقت گذاشتم نزدیک 400 500 تا پیج من بررسی کردم یعنی فرض کن یک ماه وقت تو بذاری فقط بررسی بکنی فکر نکنم کسایی که میخوان تولید محتوا کنن و شروع کردن همچین کاریو بکنن اگرم بکنن خیلی کم هستن همچین افرادی و من خیلی ها دیدم که از خواب پا میشم صبح پا میبینم دو نفر منو فالو کردن آموزش اینستاگرام یعنی بدون هیچ اطلاعات قبلی بدون هیچ چیزی صرفا اومدن یه پیج بزنم و فکر کنم کار تولید محتوا آسونه از یه سمتی آسونه از یه سمتی هم سخته حالا از بحثمون دور نشیم بحث من اینه که یه تایمی رو گذاشتم و واقعا برای پیج وقت گذاشتم که ببینم واقعا میخوام چی کار بکنم برای خودم گان چیدم اوکی کردم و استارت اینستاگرام رو از تیر ماه از یک تیر ماه اولین پستم رو زدم و امروزم که نوه نوه دیگه در خدمت شماییم و عواسط کارم بود که خب اولا که تو ذهنم بود هر ویدیویی تو اینستاگرام میذارم یا آپارات یوتیوب فیسبوک و تویتر هم بذارم ولی خب یوتیوب جدی نگرفته بودم تا یه برهی از زمان یوتیوب جدی تر گرفتم و چند وقتی که خود سبک رو به یوتیوبری تغییرش دادم که یوتیوبری کلا دیگه کار بکنم خب خیلی هم عالی برات آرزو موفقیت میکنم که قطعا هم موفق میشی با پشت بولنه. کاری که داری و محتوای با کیفیتی که درست میکنی خب امیر عزیز جانب. فرض بگی که یه نفری الان میخواد بیاد وارد دنیای تولید محتوا بشه اینو ازت میپرسم چون تو تجربه خوبی تو این زمینه داری یه نفری که میخواد بیاد وارد این دنیا بشه تو چه توصیه‌ای بهش میکنی چه, چه کارهایی رو انجام بده اولا من خودم رو در حدی نمیدونم که بخوام ای به افراد بکنم و بگم که خب حالا من فلان کسم بیاید به حرف من گوش بکنید موفق میشید ولی صرف تجربیات خودم میگم که هر کسی بخواد توی هر حوزه وایس کار بکنه خواهشان وایس تو حوزه تخصصی خودش تولید محتوا بکنه یعنی ما یک سری وقتی یک مدت زمانی هست که دیدیم آموزش اینستاگرام یهو بولد شد یهو ترند شد و افراد گفتن خب آقا فالو نون تو رو نیه نون توی جذب فالو نون فالوور جذب کردن تو آموزش اینستاگرام همه اومدن آموزش اینستاگرام ولی خب چه کسانی موفق شدن چه کسانی اوکی شدن کسانی که دانششو داشتن کسانی که میدونستن کلا اینستاگرام چیه اینستاگرام رو توی مشتشون داشتن نه افرادی که صرفا پستای بقیه رو اسکرین شات میگرفتن آیدی خودشون رو میذاشتن یا همون متن تغییرش میدادن یا یه سری لیوتای Uh, بحث من اینه که اگر کسی میخواد وایس واقعا تولید محتوا چون خیلی هستن میگن که میان دایرکت من میگن که آقا ما چه جوری افزایش فالوور داشته باشیم میگم دو حالت داره یا پیج شما پرسوناله یا پیج شما کریتور یا بیزینس اگر کریتور بیزینسه که خب من راه حل براش دارم یا سری کارایی میکنی در حد خودت جذب میکنی اگر پیجت پرسوناله هیچ راهی برای جذب فالوور نداری مگر اینکه مدل باشی یعنی کارت مدلینگ باشه تا بتونی جذب فالوور داشته باشی اونم به خاطر استایلی که داری پس وقتی یه پیج شخصی هستی نمیتونی جذب فالوور داشته باشی حالا افراد دنبال فالوورن خب میگیم اوکی میخوای تولید محتوا بکنی بیا و وایس تو حوزه تخصصی خود تو رو خدا وایس و کار بکن این نکته اول نکته دوم حالا حوزه تخصصی خودتو پیدا کردی اوکی شدی بیا و براش برنامه ریزی بکن بیا بگو آقا من میخوام این کارا رو بکنم توی این حوزه میخوام وایسم کار بکنم اصلا این حوزه وایسم کار بکنم درسته درست نیست چه اطلاعاتی نیازه چه دیتاهایی چه سورسی نیازه تموم اینها رو باید در بیاری که آقا سورس های من کجا هم؟ من میخوام طبق چه منابعی صحبت کنم من میخوام طبق چه تجربیاتی صحبت کنم آیا این حرفایی که من میزنم سند و مدرک اوکی داره واقعا یه چیز علمیه یا نه یه چیز من دراریه مثل خیلی از افرادی که الان دارن آموزش اینستاگرام میدن و یک سری از حرفاشون واقعا ببخشید ببخشید چرته برای همین هدف خودتون رو مشخص کنید ببینید میخواید چی کار بکنید در چه حدی میخواید کار بکنن و برنامه ریزی کنن برنامه ریزی کنن و مهمتر از همه برنامه ریزی کردید استارت کار رو زدید با چیزای کوچیک شروع میکنید من همیشه یه چیزی رو میگم میگم تا تو میدون نیای نمیدونی بعد چی کار بکنی از این بالا نشستن میگن خب یه دونه دوربین میخوایم دوتا نور میخوایم یا میکروفون میخوایم فلان میخوایم نه من خودم شروع بکنم هر چیزی که داشتم و ازش استفاده کردم و اومدم تو میدون گفتم خب آقا من اینا رو دارم اینو کم و کاستی دارم آروم آروم جورش کردم گفتم اینو دارم اونو دارم یعنی باید بیای تو میدون کار بکنی ببینی ضعفت کجاست نقاط قوتت کجا اونارو رو تقویت کنی نقاط ضعفتو رو به قوت تبدیل کنی یه همچین حرکتایی بعد بزنی و اینکه خیلی یا تو بحث تولید محتوا متاسفانه نمیدونم یا خوشبختانه یا لا هر چیزی ناامید میشن یعنی یه پست میذارن میبینن لایکش کمه کامنتش کمه حمایت نشده نامید میشن خود من یکی دو بار هم چه اتفاقی برام افتاده ولی خب با ارتباطاتی که با ولاگرها و یو سری از از یوتیوبرا داشتم همشون میگفتن استمرار, استمرار 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 چیزی که همه دارن میگن و باز هم هنوز کسی جدیش نمیگیره و من همون اوایل خودم هم جدی نمیگرفتم میگفتم خب تا کی استمرار تا کی من این همه ویدیو دولیت کنم من خدا شاهد تا 30 ویدیو تا 38 ویدیوم یوتیوب چهل تا سابسکرایب داشتم و کلا هر ویدیو من 8 تا 10 تا ویو میگرفت ولی الان چی الان چهل تا رو رد کرده و سابسکرایب های من حداقل روزی دو سه تا سابسکرایب به من داره میده من الان رسیدم به 145 ویدیو ویدیوهای من حداقل داره 30 40 ویو میگیره تا 600 700 ویو و همینطور داره بیشتر میشه پس به یه بره از زمان میرسیم که تو اون کسی که تولید محتوا میکنه کارش گل میکنه یعنی من با مهدی شجاری هم صحبت کردم به من گفت ادامه بده کارت یه جایی اوکی میشه نمیشه تایم توی اینستاگرام مشخص کرد یا توی یوتیوب کلا پلتفرم هایی هستن که میگی موفقیت توشون صد درصدیه به شرطی که کارت اوکی باشه و خوب باشه و با کیفیت و محتوای درست باشه ولی سریع نیست شاید یه نفر تو دو ماه به نتیجه برسه شاید یه نفر تو یک سال بسته به پیجت خودت برنامت محتواز و کیفیتش داره دیگه این نکاتی بود که میشه گفت خیلی مهمه و بعد خیلی رایت بکنن و یه جورایی باورش کنن چون اگر باور و اعتقادشون نباشه صرف اینکه یه چیزی از این گوش اومد و از اون گوش در شد تموم میشه بعد باورش کنن اعتقاد بهش داشته باشن تا موفق بشن من خودم رو نمیگم آدم خیلی بزرگ یا موفق یا حال هر چیزی هستم صرفا تجربیات هم رو گفتم و امیدوارم که به درد دوستان خورده باشه آره خیلی تجربیات خوبی بود مرسی که با ما در میون گذاشتی و کاملا موافقم دو... کلا دنیای تولید محتوا یه جور دو ماراتون بیشتر تا اینکه دو سرعت باشه آره. یه جور خستگی ناپذیری است که خیلی, خیلی مهمه هم. که باید داشته باشی آره کاملا با تو موافقم خب حالا اصلا تو تو اینستاگرام فعالیت تو کردی چی شد که وارد یوتیوب شدی و کلا دیدگاهت راجب به یوتیوب فارسی چیه اولا اینکه من از همون اول گفتم نظرم این بود که هر ویدیویی میذارم توی پلتفرم های مختلف آپلود بکنم که افراد مختلف از هر نحوی از هر قسمت سرچی ساجستشنی هر جایی که میتونن ویدیو رو ببینن یه چیزی یاد بگیرن صرفا این که من تو اینستاگرامم صرفا این که من توی یوتیوبم هم نه برای همین از همون اول تو یوتیوبار گذاری میکردم ولی خب یوتیوب به صورت جدی نبود در حد اینکه یه ویدیو بذارم یه تامنیل بذارم تایتل دیسکریپشن اصلا نه بحث سئو کار میکردم نه بحث اینکه کلمات کلیدیه درستی بخوام استفاده بکنم تمامی کلمات کلیدی سی تا ویدیو اخیرم یکی بود ولی خب من با چنل امیر عباس چنل اسکیل وید طبق آموزشایی که ازش دیدم یک این سری اینور اونور مطلب خوندم و جمع آوری کردم دیدم سه او واقعا توی ویدیوهای یوتیوب تاثیر داره و رفتم دنبالش یاد گرفتم و روی سه او ویدیو هم به شدت کار میکنم و اینکه یوتیوب برام جدی تر شد این بود که سبک یوتوبری رو خیلی جذاب تره خیلی بیشتر دوستش دارم نه به خاطر درآمد دلاریش خب من درآمدم رو دارم طبق کارهای گرافی موشن گرافیک و گویندگی که دارم درآمد خودم رو به حد مقداری دارم ولی این که یوتیوبری باشی و یه سبک جذابی یه دکوری یه نمیدونم یه چمچی حرکتی اینا رو خیلی دوست داشتم و گفتم خب بیام و سبک کارم رو یوتیوبری کنم و حرفه ترش کنم چون مخاطب یوتیوب هم مخاطب خاص پسنده مخاطب سخت پسندی هم هست از بس کارهای حرفه و کارهای به قول معروف های دیده دیگه کارهای چیپو مثلا براش اوکی نیست مثلا کارهایی که نمیدونم با یه میکروفون ساده با یه دوربین ساده باشه رو یوتیوبی نمیپسنده اینستاگرام چرا اینستاگرام شما با یه نور ضعیفم کار بکنی مخاطبت میپسنده چون محتوات براش مهمه توی یوتیوب هم محتوا خیلی مهمه ولی خب کیفیت محتوا هم خیلی برای مخاطب مهمه و اینو به شدت من دیدم از اون جایی که از وقتی تام نیل هامو به سبک یوتوبری توی یوتیوب تغییر دادم با تیترهای دروش و رنگهای کنتراست بالا خب جهش ویوی داشتم توی ویدیو ها کلیکا بیشتر شد ریچ ها بیشتر شد نیپرشن ها بیشتر شد و این چند وقته که توی آنالیتیکس یوتیوبم میرم رشد 400 درصدی حتی بعضی قسمت و رشد 1000 درصدی 2000 درصدی من دارم میبینم و خب دیدم یوتیوب خیلی جذاب تره یوتیوبم پلتفرمیه که دیگه فیلتر شده آب از سرش گذشته جا خودش رو صفر کرده که آقا دیگه کل مردم میدونن یوتیوب فیلتره تو اگر میخوای از یوتیوب استفاده کنی بعد فیلتر شکن استفاده کنی ولی خب اینستاگرام نه یه چیز 50 50 ه که تو هوا معلوم نیست میخوان فیلترش بکنن نکنن یه بار شایعه میشه آقا فیلتر شد یه بار شایعه میشه اون فلانی رفت پاش رو اینترنت قش فلان از اینجور چیزا اینستاگرام یه چیز 50 50 ه که کارت معلوم نیست یهو میرسی به 500 کا فالوور و یهو اینستاگرام فیلتر میشه خب حالا میخوای چیکار بکنی مخ... مخاطب خودتو الان میخای چیکار بکنی مخاطب 500 کایی خودت که 100 هزار نفرش میدیدن الان با فیلتر شکن بخوام بیان شاید 10 هزار نفرش بیان ولی وقتی توی یوتیوب کار بکنی دیگه بر طرف نوتیفیکیشن میاد اون سابسکرایب اون زنگوله ای که میزنه و روشنش میکنه دیگه بر طرف نوتیفی میاد و هر جایی هم میخواد فیلتر بشه هر جایی هم میخواد بسته بشه به نظر من و به اعتقاد من یوتیوب پلتفرمیه که تا وقتی ما زنده ایم یوتیوب هم هست چرا چون یوتیوب مال گوگله و گوگل یه سامانه یه موتور جستجوگر جهانیه که تا وقتی که بخواد انسان زنده باشه گوگل هم هست چون من همیشه بهش میگم علامه گوگل علامه گوگل تو هر چی ازش بپرسی همه چی بلده پس یوتیوبم هم یه چیزیه که وصله به گوگل پس یوتیوب هم مندگار. مثل اینستاگرام نیست که حالا بگیم آقا فیلتر بشه نش برای همین بحث یوتیوب جدی تر گرفتم و گفتم قوی تر توش کار بکنم که مبادا روزی اگر اینستاگرام براش اتفاقی افتاد من حداقل مخاطبای خودم رو توی یوتیوب داشته باشم و بتونم آموزش شما اونجا ارائه کنم خب خیلی هم عالی حالا که داریم راجع به دنیای یوتیوب صحبت میکنیم یه چیز سلیقه ازت بپرسم دو از یوتیوبرهای ایرانی خارجی مورد علاقت بهمون بگو یوتیوبر خارجی یکی علیو خیلی دوستش دارم بعد فکر کنم بشناسیش جیار علی یه مم. پسر جهانگردیه که ویدیوهای خیلی خفنی میسازه توی یک دقیقه از شهرهای مختلف مثلا ویدیو مصر و ویدیو لندنش خیلی خفن بوده ترکونده جیار علیو خیلی دوستش دارم توی یوتیوبرای فارسی چنل موبو نیوزو من دنبال میکنم چنل اهورا رو دنبال میکنم از گیمرها چنل آریا رو دارم چنل میا پلیو دارم و حالا یک سری از رفقایی که خب توی یوتیوب دارن مثل خودم فعالیت میکنن خب اونا رو هم ساب دارم ولی خب اینا رو بیشتر دنبالشونم خب خیلی هم عالی حالا یه سال حاشیه ای ازت بپرسم توی کلا دنیای مجازی حالا چه اینستاگرام چه یوتیوب با کیا حال نمی کنی؟ از چه نظر؟ ببینیش اصلا حالت گرفته میشه یا مثلا میگه این الان جایگاهی که این آدم داره اصلا لیاقتش این جایگاهه نیست شاید یه آدم دیگه لیاقت این جایگاهو داشت من دو تا چیز ما حالا بگم یه سری دوره های کلاس اخلاقی داریم میگذرونیم با یک سری از دوستان به صورت هفتگی 6 هفت سالی هست یک سری خب خصلت های خوبی رو سعی میکنیم تو خودمون تقویت کنیم نمیگم آدم خیلی خوبیم میگم اون چیزایی که هستو میخوام بگم سعی کردم همیشه حسادت نکنم و قبطه بخورم به جاش یعنی قبطه خیلی بهتره تا حسادت حسادت تو میگی نه این نه بجا من باشه من بجا باشم قبطه میگه نه میگه چه جایگاه خوبی داره کاش منم تو اون جایگاه بودم و چقدر خوبه من تلاش کنم به اون جایگاه برسم برای همین همیشه سعی کردم قبطه بخورم تا حسادت و اینکه همیشه اون چیزی که به ما یاد دادن گفتن که از کسی هیچ وقت بدت نیاد همیشه از کسی خوشت بیاد که توش مثلا رضای خدا باش یعنی یک نفر رو به خاطر خدا دوستش داشته باش بگو این بنده خدا کارش خوبه درسته آدم حسابیه به خاطر خدا دوستش دارم ولی اونجوری که بگیم از کسی بخواد بدم بیاد اینکه نه اینکه بدم بیاد یکم هم حال نمی کنم افرادی هنگ که الان میبینم کوچیکتر منن تخصصی ندارن و مثال نمیزنم الان طرف چه کا فالوور داره پیج گرافیک داره کار میکنه حالا پیج دیگه بگی و هیچ حرفی برای گفتن نداره توی لایف هاش یعنی لایف میذاره یک هفته در میون کلا و توی لایف هاش یکی دو نفر میاره بالا نهایتن یه دختر میاد این مسخره بازی در میاره مثلا اونم با دوربینه بسته و یه دو تا چیز به هم میگن و اون یه چیزی میگه و دو تا پسر میاره تموم میشه میره یعنی هیچ لایو پرسش و پاسخی لایو اینکه مشکلی رفت بکنه از اینجور حرکت ها اصلا من ندیدم و پیجش تا یه قسمتی گرافیک بوده و از یه قسمتی به بعد شده اپلیکیشن و ترفند و اینا دیده بازارش داغ ولی کلا با افرادی که متخصص نیستند و ادعای تخصص میکنن حال نمیکنم و بیشتر افرادی دوست دارم که ببین مثلا الان این پول نو اینجا رو میز منه مثلا این ده هزار تومنی هیچ وقت نمیاد بگه من یه تراول پنجایی اگه اینو بگه خب من دوست ندارم ولی اگر یه پنج هزار تومنی بیاد بگه من یه 5000 تومانی ام اینو بیشتر ارزش من براش قائلم تا یه اسکناس 10000 تومنی که میگه من 5000 تومنم یعنی به ظاهر 5000 تومن فکر کنم منظورم خوب رسوندم و اینکه کلا دوست دارم طرف همونی باشه که هست اینجوری خودشو نشون بده خودشو بزرگ نکنه آی من فلانم آی بیسارم بعدم هیچی توش نباشه کلا با همچین افرادی که خیلی خودشون رو جدایی از اون چیزی که هستن نشون میدن حال نمیکنم اینجوری بگیم خب مرسی که انقدر خوب جواب دادی خب حالا راجع به دنیای یوتیوب و اینستاگرام صحبت کردیم حالا بریم وارد یه بحث دیگه بشیم حالا من میدم تو توی زمینه یه گویندگی و سلفش خیلی کار درسته حالا بخوایم راحت صحبت کنیم یه ذره راجع به این دنیا واسمون صحبت کن راجع به این داستان گویندگی سلفش و اینکه کجاها کار کردی و چه تجربه توش داری بب... چکاوا بودی اگه اشتباه نکنم چه کردی؟ به خدمت شما رزم که اول بحث حالا خانندگی گروه کرو رو بگم چون رب داره به اون سلفجه من ده سالم که بود توی یک گروه سروده مدرسه انتخاب شدم و از اون سمت جشنواره‌های استانی و بعد هم وارد گروه سروده کشوری شدیم و الان هم خب مشغول فعالیتیم از ده سالگی یادمه که من میخوندم از حتی کوچیک تریش یعنی عکس من الان دارم تو پیج شخصیم که 6 سالم بوده تک خون بودم توی جشن پایان ساله آمادگیم یعنی پیش یه دو تک خون بودم و بچه های یه دیویس نفر گروه کر و فیلمش هم دارم از اون موقع من میخوندم که خب حالا بعد مسیر عوض شد و گروه سرود و بعد توی گروه سرود به درجه رسیدم که خب بعضی از کارا رو رهبری گروه انجام میدادم یعنی میرفتیم اجرا رهبری گروه با من رهبری کار رو انجام میدادم خب قبلش نیاز بود به اینکه من گروه رو بتونم معرفی بکنم یعنی میکروفون رو بگیرم دست خودم و یادم اولین بار فکر کنم سن 17 سالگیم بود که میکروفون رو گرفتم دستم اینجوری اینجوری داشت میلرزید و پر از استرس و خب حالا چی بگم در صورتی که از مربی خودم یاد گرفته بودم و کامل مسلط بودم که چی باید بگم چی جوری جمعش بکنم چی جوری انتقال بدم و مخاطب حس رو ولی خب همیشه اجراهای اول اجرای کور داشتم تو گروه بودم خوندم هیچ استرسی نداشتم ولی خب اجرای یه نفری خیلی فرق داره با اجرای کور و گروهی برای همین اولین بار دستم خیلی میلرزید که توضیح بدم و اینا ولی خب کم کم استرس رفت شد و کم کم متوجه شدم چی جوری باید خیلی رسمی و شیک با فن بیان خوب صحبت بکنم و بعد وارد برهی از زمان شدم که رفتم سمت موشن گرافیک و موشن یاد گرفتم و دیدم خب من یک صدای بیسیک خیلی خوبی دارم برای گویندگی دو از کارهایی که ساختم رو پیشنهاد دادم به کارفرما که اگر دوست دارید من گویندگی بکنم کارا رو گویندگی کردم کارفرما خوشش اومد و آروم آروم دیدم که صدام داره پخته تر میشه صدای من پخته شده بود برای خوانندگی و خوندن تحریر زدن حالا هر چیزی ولی پخته نشده بود برای اینکه کلمات درست بیان بشه حروف سر جای خودش محکم و سوار بیان بشه و یه فن بیان خوبی باشه برای همین چند ماه پیش بود که دیدم خیلی دیگه دارم حرفه ای کار میکنم نیازه که یک جا آکادمی کار بکنم و صدا مرکز اصفهان من دوره گذروندم و اونجا کار رو اوکی کردم به صورت آکادمی که مدرکم داشته باشم و خب الانم توی سایت بانک صدا و چکاوا هم خب به عنوان گوینده هستم البته سایت بانک صدا به عنوان گوینده عربی و چکاوا هم به عنوان گوینده فارسی و عربی من عربی هم گویندگی میکنم اگر نیاز بود خب دمت گرم آقا من خیلی برات رزوم موفقیت میکنم واقعا خیلی صدای تک و یونیکی داری خیلی دوست دارم یه درخواست ازت بکنم حالا نمیدونم اوکی شد. باشی الان این کار انجام بدی یا نه با این جام. صدا دوست دارم یا یه گویندگی برامون بکنی یا یه دهن آواز بخونی حالا نمیدونم اوکی هستی یا نه ولی خیلی دوست دارم اگه بتونی این کار رو بکنی ام. من یه تیک وکیلی در حد ده ثانیه با کماله باشه فکر کنم اکثرا هم عزیزی هوای حال من قمدار سرده ولی از ابر و بارون خزون نیست زمستون داره تو که تو هزار تا آسمونی هوام دلگیر نفس هم سرد دلم خون یا درد دل دارم تو سینه قم یارو دل زار و شب تا. هوای بیمه یا ساقی همینه فکر کنم کافیه بح. بح. و آقا واقعا دمت گرم عالی اصلا ای کاش مثلا میشد یه چندین دقیقه بخونی برای من اصلا رفته بودم تو حال واسه خودم قشنگ یه ریز یه سری داشتم تکون رو آره دمت گرم عجب آره قشنگ اینجوری کجم شده بودم لم داده بودم این قشنگ تو حال خودم بودم بح. آقا عجب صدای دمت یه خب حالا توی که خودت انقدر صدات خوبه از نظر تو بهترین گوینده کیه ام. یا مثلا دوتا از گوینده های که تو خیلی باش گوینده ها رو زیاد دنبال نکردم متاسفانه و الان یادم افتاد متاسفانه دنبالشون نکردم زیاد از نظر صدا دو نفر رو خیلی دوستشون دارم ولی الان فامیلشون تو ذهنم نیست اه الان تبلیغ اسنوبا داره پخش میشه ها که میگه آره اینکه که گویندگی تبلیغ اسنوبا رو میکنه میگم الان گوینده الان دو نفر خیلی صداشون رو دوست دارم و بیشترم صداهای بم و هجین که ام. اینجوری مثلا گویندگی میکنن این صدا رو خیلی صدا خش داره بم آره صدا خش داره خیلی بمه پر حجم اینا اینجوری خیلی, خیلی ای دوست دارم ولی خب الان اسمشون تو ذهنم نمیاد متاسفانه اوکی خب اشکال نداره حالا اگر به ذهنت اومد که بعدا هم بگو اگر نه که دیگه منظور رسوندی که دقیقا کی بود خب حالا راجع به همین گویندگی حالا چون تو خودت باز تجربه داری ازت میپرسم بازم فرض کن که یه آدم تازه کار میخواد بیاد تو این دور... توی این داستان گویندگی چی کار باید بکنه از کجا شروع کنه کجا بره بگه من صدام خوب هست یا نه اصلا مسیرش چه جوری باید باشه اه... قطعا افراد برای اینکه گوینده بشن ما گفتیم اه... حتما نباید صدای خوبی داشته باشن قسمتیش برمیگرده به اینکه طرف صدا سازی کنه سلفش کار کرده باشه حالا سولفژ موسیقی هم نه همون بحث صدا سازی تنفس صحیح و اینا رو کار کرده باشه و اون 20 درصد دیگه بقیهش میشه صدا پس پیشنهاد میکنم کسایی که حالا میخوان کار گویندگی بکنن حتی حرفه ای ندار حد اینکه حتی خودشون درو صحبت کنن چون گوینده ما صرفا به کسی نمیگیم که داره نریت میگه تیزر میخونه یا مگه متنیو میخونه هر کدوم از ما افرادی که داریم با همدیگه صحبت میکنیم یه گوینده ایم دیگه خب پس باید هر فردی بتونه به درستی کلمات را ادا بکنه حروف رو ادا بکنه و به درستی و زیبایی و شکیل صحبت بکنه پس این نیست که بگیم حتما کسی که نریت یا تیزر میگه گوینده همه ما گوینده ای اگر کسی میخواد وایس و کار بکنه بره نمونه کار زیاد گوش بکنه تیزر زیاد ببینه تقلید بکنه تقلید بکنه هی ببینه آقا جای صداش کجاه مثلا باید بگه سلام عرض میکنم مثلا خدمت دیجی کلابی های عزیز یا بگه سلام عرض میکنم خدمت دیجی کلابی های عزیز یا اینکه با همون صدای روتین خودش صحبت بکنه بالاخره جای صداش کجاه تو نوت های مختلف بعد از تکرار و تمرین های بیشتر رو وجود میاد و یکی از مهمترین چیزهایی که برای تمرین خیلی مهمه و اوکیه مثلا میشه گفت خیلی تاثیر گذاره اینه که طرف صدای خودش رو زبط میکنه و اینو هی گوش بکنه خب معمولا ما خیلی ها رو دیدیم وایس که میدن وایس خودشون رو پلی میکنن میگن این چه صدای کیه مثلا این صدا من نبود اصلا این چه وضعش و ولی <تص> مثلا یه کلیپ بود آقا وایس خودش رو پلی کرد تشنج کرد دی همه دیدنی وایرال شده بود Uh, صدای خودتون رو باید ضبط کنید گوش کنید نقاط ضعفش رو بگیرید به بعضی از افراد خانواده آقا به مامانت به پدرت خواهرت برادرت بگو آقا من دارم حرف میزنم یه موقعی که حواس من نیست صدای منو ضبط کن این خیلی مهمه مثلا داری تو خونه حرف میزنی یا با تلفن حرف میزنی یه نفر صدایت تو ضبط کن بعد اینو گوش میکنی میگی که خب آقا اوکی اینجای صدای من مثلا اینجا رو بد گفتم اینجا تونالیتش فلان اینجا بیساره روش کار میکنی آروم آروم کلا تو همه چیز تکرار و تمرین و استمرار خیلی مهمه و پیشنهاد میکنم که کار زیاد گوش کنن صداشون رو ضبط کنن نواقصش رو بگیرن رفت کنن اکادمیک هم شروع بکنن اوکی میتونن هم دیرتر شروع بکنن ولی خب بهتره زودتر شروع بکنن توصیه های تلایی کردی دمت گرم حالا یه سوالی ازت دارم میخوام ببینم تو تا کار موجیگری هم کردی یا نه هنوز کار موجیگری کردم در حد دو تا برنامه م... دو تا برنامه توی دانشگاه خودمون بوده م... که جشن روز دانشجو بوده و یکی دو تا برنامه هم برای یک مؤسسه آموزش آنلاین کنکور بود که جلوی دوربین برای هم بحث افتتاحیه‌شون و هم بحث ام... یک سری از کلیپ هایی که حالا معرفی مجموعهشون بود من بحث موجیگری رو داشتم خب خیلی هم عالی حالا فکر کن یه شرایطی داری که میتونی برگردی به عقب به زمانی که هم دنیای دو گویندگی رو شروع کردی و هم زمانی که دنیای یوتیوب و اینستاگرام رو شروع کردی اگه برگردی به عقب چه اشتباهاتی رو نمی کنی و چه کارهای مثبتی رو بیشتر انجام میدی چه کاری رو نمی کنم این که پابجی بازی نکنم <laughs> <laughs> و. <ایوان. laughs> چون من پابجی بازی قهاری بودم و یه چند وقتی هم استریم کردم تقریبا گیم پلی میذاشتم رئیس کلم بودم یه قسمت که ای از زمان امه. پلیرهای خیلی خوبی بودیم ولی خب واقعا وقت تلفی بود و پلیر خیلی خوبی بودم گیم پلیم هم حس اگه خاصی بدم بذاری تو ادیت آره ولی از وقتی دیجی کلاب رو شروع کردم دیگه پاپ کم کم گذاشتم کنار البته در کنارش میخواستم که استریم رو در کنارش داشته باشم و هنوزم تو ذهنم هست که تایمم که آزادتر شد دیجی کلاب بالاتر رسید استریم گیم پلی های خودم هم یعنی دوباره پاپ رو شروع کنم ولی خب فعلا گذاشتمش کنار برگردم به عقب سعی میکنم کمتر بازی کنم کمتر فیلم ببینم کمتر وقت خودم رو هدر بدم کمتر توی اکسپلور اینستاگرام بگردم و سعی کنم بیشتر چیز یاد بگیرم توی یوتیوب فیلم یاد بگیرم آموزش بخرم ببینم کلا کارهای سرگرمی و لغو و بیهوده رو بذارم کنار بچسبم به کارهای آموزشی که خودم رو بیشتر ارتقا بدم و زودتر بتونم پیشرفت کنم خب مرسی بابت توضیح کامل تا راجع به بحث فنی صحبت کردیم حالا یه ذره برای اینکه خودت رو بیشتر بشناسیم با چه سبک آهنگایی حال میکنی و چه خواننده هایی رو دوست داری سبک خواننده این که حالا با کی حال میکنم و گوش میکنم من در درجه اول موین خیلی دوست دارم و موین همیشه گوش میکنم و اکثر آهنگ هایی که از وقتی من به دنیا اومدم داده رو حفظم مم. در درجه دوم زنده وکیلی علی زنده وکیلی در درجه سوم احسان خاجه امیری و در درجه های بعد یک سری تکاهنگ از خواننده های دیگه بستگی داره که ملودیش رو دوست داشته باشم شاید یه خواننده خیلی پرت باشه ولی ملودیش رو خیلی دوست داشته باشم خب میذارم تو پلیلیستی که گوش میکنم و توی خواننده های رپ هم سبک رپ رو زیاد دوست ندارم ولی توی رپ فقط یک نفر رو قبول دارم و اونم یاسه چون که رپ یه سبک اعتراضیه که سبک اوکی هم هست ولی فقط به قول معروف یاس رو قبول دارم چون یاسه که حرف لغو و بیهوده و حرفای رکیک و از اینجور صحبت توی کاراش نیست و واقعا داره حرف دل مردم رو میزنه و واقعا داره موزلات جامعه رو میگه و همه کلمه به کلمش رو من حس میکنم معنی داره و درک میکنم ولی خب بقیه رو نه بقیه رو اصلا قبول ندارم و باشون حاله میکنم چون متنایی که توی تکستاشون هست بی اساس بی و متاسفانه موسیقی پاپ ما هم به همین سمت رفته که موسیقی هایی هستن که هیچ شعری ندارن صرفا یه نفر نوشته دو بیت شعر نوشته اونم گفته خب یا دور هم بخونیم و اونم گفته خب باشه منم میکس و مسترش رو انجام میدم و... یه سری هم چه افرادی ولی م... لیست من تقریبا همین چهار پنج نفرن دیگه آره. خب خیلی هم عالی حالا آهن آهنگای قدیمی هم خیلی دوست دارم مم. اینو آهنگای قدیمی هم خیلی گوش میدم و کسی هم هستم که 50 50 هم جدید گوش میکنم هم قدیمی تا بتونم بیشتر قدیمی رو گوش میکنم چون قدیمی ها هم شعر قوی تری داره هم ملودی های قوی تری داره و کلا حس و حالش فرق داره با ملودی های جدیدی که الان توی سه دقیقه یه شعری که هیچ محتوای خاصی نداره و صرفا یه سری حتی شعرهای تکراری یا بی محتوا و از اینجور چیزا داره ارائه میشه خب بعضی وقتا ترجیح میدم آهنگای قدیمی رو گوش رو کنم خب خیلی هم عالی دمت کردم حالا بازم واسه این که سری توصیه داشته باشی واسه بچه‌هامون تو این دوران یه چند تا فیلم و سریال هم میخوای به بچه ها معرفی کن ببینیم با چیا تو حال میکنی فیلم و سریال من زیاد نمیبینم هم. و سعی میکنم برنامه ما اگر هم برای فیلم و سریال میخوام بذارم بذارم برای فیلم و سریال که واقعا به درد بخوره مثلا یه فیلمی مثل دل رو من دو قسمتش رو دیدم دیگه ندیدم گفتم فیلمیه که به درد نمیخوره تموم شده رفت مانکن هم دیده بودم و اواخر کار هم به آب بسنه تو فیلم کشیده شده بود که همه صحنه ها اسلو موشن میشد یعنی میخواست مثلا گریه بکنه اینجوری ده ثانیه اینجوری بکنه. بعد اینجوری خب چی پنج دقیقه مثلا من اسلو موشن در بسنه تو رو ببینم خب آب بستید تو فیلم دیگه مانکن هم اواخیرش این شد ولی دل کلا آب بسته بودن یعنی چهار قسمت ساخته بودن فکر کنم تو چل قسمت انتشارش دادن ولی تو فیلمی که خیلی الان این چند وقت الان تو بورس و ترند شده فیلم آقازاده رو به شدت پیگیرم و خیلی دوست دارم و فیلم به شدت درجه یکیه فیلم بادیگارد رو خیلی دوست داشتم دیگه از فیلمایی که بود میگم فیلم زیاد نمیبینم <applause> فیلم اگر باشم میشنم آموزشی فیلم تو بحث افتر افکت و فوتوشاپ و فیلمی <applause> 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 خب خیلی هم عالی من تقریبا همه سوال ازت پرسیدم و به آخر مصاحبه هم رسیدیم البته تو انقدر خوب صحبت میکنی که من دوست داشتم ها با صحبت بکنم زنده باشی و حالا در انتهای مصاحبه اگر توصیه داری یا حرف آخری هست ما سرتا پا گوشیم توصیهی که حالا نمیدونم درسته یا نه ولی من تجربی خوندم رفتم مهندسی پزشکی و الان هم خب تک بلاگر هستم و کار گویندگی و موشن گرافیک سعی کنی دوستان اون چیزی که علاقه دارید رو از همون اول دنبالش رو بگیرید اون چیزی که علاقه دارید رو دنبالش رو بگیرید یه بند خدایی یک مثالی میزد خیلی قشنگ بود با احترام به شغل شریف به قول معروف همین پاکبان های شهر با احترام کامل به اینکه شغلشون واقعا شریفه و واقعا ازشون باید ممنوندار بود میگفتش که اگر تو میخوای پاکبان هم باشی و این شغل رو دوست داری سعی کن بهترین پاکبان باشی شاید از نظر دیدگاه مردم شغل چیپی باشه ولی به شدت ارزشمند و توی هر کاری میخوای خود کار تولید کنی بیا و بهترین تولید کننده خود کارش میخوای میکروفون تولید کنی بیا بهترینش بشو میخوای تک بلاگر باشی بیا بهترینش بشو میخوای درس تو بخونی تو رشته خودت بهترینش منظورش این بود میگفت آقا هر چیزی رو که میخوای و دوستش داری توی اون سعی کن بهترین باشی نه اینکه یه چیزی اوکی باشی بری سر همون یه چیز دیگه ای مثل من که الان مهندسی پزشکی رو دارم میخونم و دوستش هم دارم دارم کار میکنم ولی خب از اون سمت این کارا دارم انجام میدم و این رو هم دوست دارم خب قطعا توی یک راستا که باشی رشدت سریعتره پیشرفتت سریعتره و هدفت مشخص تره. برای همین توصیه میکنم که اون چیزی که دوست دارن رو کار بکنن و ادامه بدن خب مرسی خیلی خیلی ازت ممنونم که وقت تو گذاشتی و این مصاحبه رو انجام دادیم تو تاریخ سمانتش. معروف 9999 همین مصاحبه رو ست کردیم در واپسین لحظاتش قشنگ دمت کرد امیر آره خیلی لطف کردی مرسی سلامت بشت. بچه ها از شو... خیلی زنده باشید دم همه بچه های هم گرم که تا اینجا مصاحبه با ما همراه بودن بچه ها حتما پیج یوتیوب دیجی کلاب پیج اینستاگرام امیر عزیز و حالا اگر حال کردین پیج یوتیوب پیج ان اکادمی هم سابسکرایب کنید من و امیر برنامه های خیلی زیادی براتون داریم آره آره و دم همه, همه کسایی هم که تا اینجا دیدن گرمو دیگه اگه موافق باشه با مخاطبان خدافزی کنیم تا با ویدیوهای بعدی دوباره برسیم خدمت من دیگه صحبتی ندارم با اجازت باز یه تشکری میکنم از تمامی افرادی که وقت گذاشتن این ویدیو رو دیدن امیدوارم که همین گوشه ای از تجربیاتی که انتقال داده شد به دردشون بخوره و اگر به کار میگیرن واقعا به دردشون بخوره و اگرم رشدی کردن ما هم دعا بکنن اگر این تجربیات به دردشون خورد و اینکه دیگه صحبتی نمیمونه دم همتون گرم خیلی دوستتون دارم ارادت قربونت پس از تو خودافزی میکنم امیر عزیز از همه مخاطبایم هم که مساحبر نگاه کردن خدافزی میکنم